در نشست عمومی سازمان ملل متحد که دیروز سه‌شنبه دایر شد، روی صلح و ثبات در کشورهای آسیای مرکزی بحث شد و نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در مورد اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده دائمی تاجیکستان در ملل متحد از مبدل شدن افغانستان به مرکز تروریسم و قاچاق مواد مخدر ابراز نگرانی کرد و نماینده قزاقستان از ایجاد مرکز در آلماتا برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان خبر داده است. تحلیل جزئیات این نشست و نگرانی های این کشور در قبال افغانستان را از مهمان این ساعت برنامه می‌شنویم، آقای محمد داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن از اتاوای کانادا با ما هستند. آقای قیومی سلام و سپاس از وقتتان. نماینده دائمی تاجیکستان در ملل متحد در این نشست بیان کرده که دهشت افغانی، بنیادگرایی و قاچاق مواد مخدر تهدیدات مشترک امنیتی است که از افغانستان به منطقه و جهان سرازیر شده. تاجیکستان بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان تدابیر امنیتی را در سرحدات خود هم تشدید بخشیده. به نظر شما تا چه حد کشورهای آسیای مرکزی تحت سایه روسیه نگران این موضوعات هستند؟ سلام خدمت شما و بیننده‌های گرامی. خب ببینین، سه عامل بسیار اساسی است که کشورهای آسیای مرکزی به نگرانی‌های زیادی نسبت به حضور گروه‌های افراطی در افغانستان دارند. نکته اول، پس از تغییراتی که در افغانستان ایجاد شد، مخصوصا پس از سقوط دولت پیشین افغانستان، تا حدودی نظم سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه تغییر کرد. پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، این خودش نگرانی‌های زیادی را در سطح کشورهای آسیای مرکزی به وجود آمد که در گذشته بیشتر حضور فعال در مبارزه با گروه‌های افراطی و تروریسم ناتو و آمریکا بازی می‌کرد و قطعاً تا حدود زیادی جلوی پیشرفت گروه‌ها را در افغانستان گرفته بود. و همزمان به این کشورهای آسیای مرکزی به این باور بودند که خب شاید افغانستان در چارچوب تلاش‌های سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، البته یک تغییر ایجاد شود. عمدتاً به این باور بودند که پروسه‌های گفتگو و انتقال سیاسی شکل می‌گیرد و طالبان آمده می‌شن که با جامعه جهانی همکاری بکنند، یک حکومت فراگیر در افغانستان شکل بگیرد، ثبات استحکام پیدا بکنه. پس از دو سال هنوزم وضعیت به شکل گذشته است، هیچ تغییری در عرصه سیاسی در افغانستان ایجاد نشد که خودش نگران کننده است. نکته دوم، چیزی که بسیار کشورهای آسیای مرکزی را نگران ساخته فعالیتی گروه هاست. فعالیتی گروه ها هنوز هم به اساس گزارش های شورای امنیت مخالفین تاجیکستان، مخالفین ازبکستان، مخصوصا گروه های افراطی در مناطق قبایلی پاکستان و افغانستان حضور فعال دارند. این خودش تانسته که نگرانی‌ها را زیاد بکنند. بله، خب این نشست باز هم در ملل متحد نشستی بود که در اون ملل متحد از نگرانی کشورها در قبال تروریسم فعالیت‌های دیگه در افغانستان شنید. ملل متحد در حالت هرج و مرج حال به سر می‌برد. نماینده قزاقستان حتی توصیه کرده که اجازه می‌دهد از پایگاهی در آلماتا توسط ملل متحد برای کمک رسانی به افغانستان استفاده شود. به نظر شما در حالی که طالبان کار زنا را در این مؤسسات ملل متحد در افغانستان محدود ساختند، ملل متحد باید چه کنه؟ پروسه امدادرسانی از یک سو، فشارهای سیاسی از سوی دیگه، موضع ملل متحد را بسیار حساس ساخته در این موضوع. خب به نظر میرسه ملل متحد تا حدود زیادی تلاشایی را که در قسمت ای داشت که یک تحول سیاسی در افغانستان شکل بگیره و خواستی که جامعه جهانی از طالبان داشت، مبنی بر مصالحه با گروه های مختلف، مبنی به تشکیل یک حکومتی که تمام گروه ها حضور داشته باشند، ملل متحد چندان موفقیت در زمینه نداشته. بله. بنابراین چیزی که به ملل متحد در دراز مدت با تغییر استراتژی که به نظر میرسه که ملل متحد در برنامهش داره، کمک های بشر دوستانه در افغانستان است. و از این منظر است که اگر دفتری از سوی سازمان ملل در قزاقستان هم شکل بگیره، عمدتا این دفتر در تلاش است که یک مقدار با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای مختلفی در قسمت
همکاری و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان هماهنگی بکنه. بله. تا اینکه بتونه یک آقای قیومی با عرض معذرت صحبتتان قطع میکنم. بسیار خلاصه، طالبا تا کنون واکنششان به این نگرانی بوده که جهان در امور داخلی افغانستان دخالت نکنند. به نظر شما این واکنش تا چقدر میتونه جهان را به سمت صبر حوصله با طالبا بکشانه؟ خب اصل اساسی بحثی است که تمام کشورهای پسا منازعه، کشورهای جنگ زده که ما مسئله زیادی داریم که در برنامه شما بسیار محدود است، بدون مداخله جامعه جهانی، بدون مداخله سازمان ملل متحد نتانستن که یک تحول ایجاد بکنن. اون مداخله عمدتاً در عرصه دولت سازی بوده، در عرصه نهاد سازی بوده. به این اساس من فکر میکنم که طالبا با توجه به مخالفت‌هایی را که دارن در برابر جامعه جهانی، این میتونه که تبعاتش منفی در افغانستان باشه. راه حل به طالبا، راه حل به افغانستان است که یک مکانیزم همکاری بین افغانستان و جامعه جهانی ایجاد شوه و او میتونه که در دراز مدت بله، افغانستان را به یک مسیر خوبتر انتقال بده. ممنون و سپاس از وقتتان آقای قیومی وزی که تحلیل موضوع را با بیننده در میان گذاشتین. تشکر.